چند وقت پیش دکتر خویی استوری گذاشتن راجع به روند طراحی، فرایند طراحی، اینکه چجوری طراحی از اجمال به تفصیل میره برخلاف نقد که مسیرش تجزیه و ترکیبه. بعد ما با این راجع به این متن چند بار با هم دیگه صحبت کردیم، من جداگونه با یگانه و جداگونه با سبا. نکته جالبی داره در مورد اینکه چه شکلی، اصلا اولا روند طراحی رو چه شکلی میشه از کلیت و از همون اجمال به تفصیل برد، و بعدش نسبت حالا برنامه با این موضوع چیه، یعنی چه شکلیه که ما از اجمال، از کانسپت برسیم به جزئیات یک طرح، به مفصل کردن اون طرح، و حالا برنامه نسبتش با این موضوع چیه. برای این موضوع هم ما اومدیم اول یه بار اینو با هم دیگه خوندیم و بعد میخوام بریم سراغ مگی سنتر. مگی سنتر یه چی میگن بهش؟ به چیه مگی سنترها چیان در کل؟ مرکز درمانی. آره، یه سری مراکز درمانی هستند برای یک سری بیماری های خاص، مثل مثلا بیماری های سرطانی و حالا یه سری دسته بیماری های دیگه، که معمولا یه سری مراکز نزدیک بیمارستان های بزرگ ساخته میشه تا مردم بتونن اونجا یه سری جلسات گفتگو و مشاوره و اینا داشته باشن که روند درمانشون از نظر روحی و اینا هم بتونن ساپورتشون کنن و بهبود پیدا کنن. برای این مگی سنترها از قضا معمارهای باحالی طراحی کردن، مثلا یه پروژه رمپول هاست داره، یه پروژه استیون هال داره. در واقع در حالی که برنامه این پروژه ها ثابته، منظورمون از برنامه چیه اینجا؟ اینکه اینا یک جنس فضاها دارن، احتمالاً مگی سنتر وقتی به عنوان یک مرکز میخواد بیاد یه بریفی بده، یه خلاصه از نیازهای طرح بده به کار به طراحا، یه چیز میده، یه برنامه فیزیکی میده، یک جنس فضا رو میخواد از اون طراح. ولی چه شکلیه که یه پروژه میشه پروژه رمپول هاست، یه پروژه میشه پروژه استیون هال و معمارای دیگه؟ میخوام بدونیم که آیا برنامه باعث میشه که طرح ما این شکلی بشه یا نه، ما طرحمون میتونه کار خودشو بکنه و حالا باید ببینیم که چه نسبتی با برنامه. این سخن بسیار مبنایی است. چه سخنی؟ این سخن که سیر از اجمال به تفصیل است. طراحی برای کسی که بر کار طراحی مسلط است همین است. طراحی درست جز این نیست. برای طراح کم تجربه این مطلب چندان قابل درک نیست. طراح خام طراحی را نوعی ترکیب چیزها یا به قول داوودی کنار هم چیدن یا جابجا کردنشان می‌داند. فقط همینجا صحبت کنم. اول میتونیم راجع به این صحبت کنیم که اجمال و تفصیل چی هست کلا، ولی چیزی که من متوجه میشم اینجا اینه که یه طراحی که کم تجربه است انگار که میاد اجزایی که مثلا چیزایی که دور از هم دیگن یا مثلا هارمونی با هم دیگه ندارن، ربطی به هم دیگه ندارن و میذاره کنار هم دیگه و احساس میکنه که مثلا چیدن درستشون کنار هم دیگه اگه یه کامپوزیسیون خوب ازشون در بیاره این یه طرح در میاره و میتونه به اون ادامه بده. در صورتی که حرفی که اینجا داریم اینه که یه اجمال یا مثلا یه ایده کلی، یه تصویر کلی تر تو اول توی ذهنت میاد و بعد شروع میکنی اونو انگار که بس دادن، انگار که مثلا دیتیل بهش اضافه میکنی، میری راجبش میخونی و فلان، و اون میتونه ما رو به مسیر طراحی برسونه. من خودم اجمال رو اینجا از کانسپت برداشت میکنم. یک چیز کلی، حالا کانسپت کلی وجود نداشته باشه، تو نمیتونی به دیتیل بری. حتی اگرم باز تو داری یه سری جزء همجوری انتخاب میکنی، باز داری به یه کلی فکر میکنی. یا اگه فکر نکنی اشتباه کردی. بعدش که بخوای شروع کنی رو بخوام بدوزی وصلشون کنی، اونجا ضعفه در میاد که این کلیته. ببین من اینجوری میگم، آقا اجمال یعنی چی؟ یعنی این که یک موضوع کلی به قول تو یا یک موضوع کاملی هستن داره توی حالت مختصری گفته میشه و بعد این میاد به تفصیل برده میشه. مشکل اون حالت دیگه که بیایم از جزئیات شروع کنیم، من به روند طراحی فکر میکنم، میگم که من میخوام شروع کنم طراحی کردن، خب کلی تصمیم باید بگیرم تو طول طراحی، تصمیم یک، تصمیم دو، همین چیزهایی که گفتی، اینا رو چجوری انتخاب کنم، حواسم به چی باشه وقتی دارم یه مدل دیوار انتخاب میکنم، یک متریال انتخاب میکنم، یه جزئیاتی رو انتخاب میکنم. اینجا برای من اون اجمال مهم میشه دوباره. یعنی میگم اگر من قرار بود اینا رو همه جوری بدون ربط دیگه به هم دیگه انتخاب کنم، یا اصلا حتی فرض کنم با ربطن،
خب تو میگی بی ربط، من میگم مثلا فرض میکنم که اینا با ربطن، ولی اگر چیزی برای کنترل کردنش به طور کلی به طور اجمالی نداشته باشم احتمال خطا کردنم رو بیشتر کرد. ولی از اون طرفم موضوع اینه که خود این متنم داره همینجوری به ما میگه، میگه آقا طراح حرفه‌ای میتونه اون اجمال رو بهش برسه و بعد اونو به تفصیل ببره. چرا؟ چون به خود انتخاب کلی در مورد یک پروژه‌ای که هنوز تو وارد تو دلش نرفتی تصمیم سختیه. چطوری من وقتی نمیتونم راجع به یه جزئیاتی تصمیم گیری کنم میتونم یه تصمیم کلی راجع به پروژه‌ام بگیرم؟ خب اینجاست که اون طراح حرفه‌ای و به قول این مهد با طراح کم تجربه تفاوتش بیشتر میشه. انگار که طراح کم تجربه میترسه از اینکه بیاد اصلا یهو یه تصمیم کلی بگیره که بخواد تازه بقیه چیزا رو با اون چک کنه. نه خب احساس میکنم شاید اصلا ندونه که چه جوری باید تصمیم کلی رو بگیره، بر چه مبنایی، یا ندونه سردرگم باشه در موردش و به قول تو بر چه مبنایی بگیره. حالا اینجا معمولا من فکر میکنم تو حالا تو طرحایی که ماها گذروندیم، تمرینایی که کردیم، پروژه‌هایی که کشیدیم، خیلی وقتا پیش میاد که ماها داریم قبل از این که به کانسپت برسیم خب یه سری چیزا میکشیم برای خودمون، به یه چیزایی فکر میکنیم اصلا فارغ از ترکیب کردن اینا با هم دیگه. خب اینکه مثلا اینو بیام بذارم کنار این بگم اینا کنار هم اینجوری چیده بشن یه موضوعه، اینکه مثلا به این فکر کنم که تصمیم کلیم راجع به این پروژه چی باشه، یه چیزای کوچیکی برای خودم بکشم. خب اونجا من دارم چی کار میکنم اگه طراحی نمیکنم؟ خب چون که توی ادامه متن اگه بخونیم به این میرسیم. برای همین بسیاری طراحی رو نخست تجزیه و سپس ترکیب میدانند. حتی بسیاری از صاحب نظران سرشناس دانش فرهنگ طراحی هم همین رو گفتند. اما جمله یه خطا میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که ما اول یک طرح بزرگ رو تجزیه کنیم به عناصر کوچیک‌تر و بعد اونا رو ترکیب کنیم رو دکتر خواهی میگه که خطاست، روند اشتباهی. طراحی از خلق طرح کلی آغاز میشه. خب یعنی با همون اجماله، طراحی از اون نقطه اجمال شروع میشه، بعد از خلق طرح کلی، طرح کلی به تفصیل میره و یا تجزیه میشه و آرتیکولیت میشه. پس ما اول به طرح کلی میرسیم و بعد تجزیهش میکنیم و به آرتیکولیت میکنیم، عناصر معماری رو توش قرار میدیم. پس چی میگیم؟ من میگم اینه، میگم یعنی در واقع این متن داره میگه قبل از این که ما اصلا به طرح کلی برسیم هیچ کاری نکرد. آه یعنی فکر میکنه که میگه که این طراحی زمانی آغاز میشه که آفرین، آره طراحی زمانی آغاز میشه که من در مورد کانسپت هم تصمیم گرفته باشم. من همیشه فکر میکردم زمانی طراحی رو برام شروع میکنم که مثلا خود تو ارتباط با پروژه اول سوال برام مطرح میشه و یا اصلا شروع میکنم فکر کردن راجع بهش. یعنی مثلا ممکنه که حتی مثلا تو دفترم که داریم کار میکنیم اگه یه کارفرما بیاد یه چیزی مثلا مطرح کنه اون میشه برام یه سوال و شروع همین فکر کردن رو فکر میکردم که دارم خب دیگه مثلا شروع شده. تو هنوز چیزی خلق نکردی. هنوز چیزی خلق نکردی. ولی اون کاری که قبلش داری میکنی لازمه اون هست. یعنی تو نمیتونی مثلا بدونه این که مثلا کار قبلش رو بکنی بیا یهو بگی که خیلی خوب بیا شروع کنی مثلا فرآیند طراحیمون شروع بشه. این درسته، نقطه ای که کلید میخوره همونجاست، ولی ببین چند تا حالت داره دیگه. تو یا مثلا یه چیزی توی ذهنت هست و میخوای روی اون کار کنی و خب حالا خیلی مثلا مراحل قبلی نمیخواد، یعنی همون لحظه که مثلا من فلان پروژه رو میبینم میگم که ایول این همونه که من میخوام اون چیزی که توی ذهنم دارم اینجا پیاده کنم، ولی یه جا هست تو مثلا خیلی نه آشنایی داری با اون فضایی که داری کار میکنی و یه ذره باید راجبش بیشتر بدونی و اون پیش زمینه این هست، اون لازمش هست، قطعا لازمه. یعنی اون فکرهای قبل از شروع کردن طراحی لازمشه، ولی آیا میشه بهش گفت طراحی؟ در کل سوال کلی تر اینه، شما فکر میکنید طراحی نقطه شروع و پایان داره یا نداره؟ آها من حس میکنم که شاید نقطه شروع داشته باشه ولی نقطه پایان رو نمیتونم اش در نظر بگیرم، مگر اینکه یه سری المان ها تو رو مجبور کنن که یه جا دیگه یعنی تموم شاید نشه هیچ وقت. مثلا تو یه روند شروع میکنی ولی یه سری المان ها مثل همون مثلا تایم نمیدونم اجرای کارفرما. پس چجوری نقطه شروع براش متصوری؟ نقطه ببین؟ شروع آره من اینجوری میگم، میگم اگه من معتقدم که فکر کردن در مورد یک پروژه
خب شروع اون پروژه است. خب وقتی الان تو داری روی پروژه دیگه هم کار میکنی، در واقع داری فکر میکنی به طراحی کردن. حالا یک بخش زیادی از پروژه بعدی که تو میکشی از فکرهایی که تو رو پروژه قبلی کشیدی. خب آره، ولی خب به قول خود پس یه نقطه شروع اونم از بعد به تولد تو بوده. میدونی تو هر تحریکه میکشی یه عقبه ای داری دیگه که اونا رو روی اون پروژه تأثیر میذاره. و حتی من مثلا اگه طراحی قبلی رو یه طراحی دیگه ای رو مثلا میگه یه پروژه میخواد بگیره از داره از باقی مونده یه فکرای اون موقع مثلا چیز میکنه، من باز اونو دوباره ادامه اون نمیدونم، دوباره انگار یه آغاز میبینم اونو، دوباره شروع جدید، دوباره شروع جدید میام. چون اصلا همین میگم که اینو نیست، مثلا همین میگم که پایان نداره، شاید تبدیل شه ولی دوره هر بارش میشه یه آغاز. من اینجوری اوکی، من اینجوری فکر میکنم در موردش. من نقطه شروع و پایان رو برای هر پروژه متصور، چون که من فکرهای کلی در مورد اون پروژه رو تو دل فرآیندش نمیبینم. من فرآیند طراحی رو از اون نقطه میبینم که یک تصویری خب برای اون پروژه از حالا از تخیلاتم اومده شکل گرفته و اون نقطه ایم که دیگه نخوام به اون تصویر چیزی اضافه کنم و نقطه پایان میبینم براش، نقطه پایان فرآیند در رای اون پروژه. خب به خاطر همین با این متن موافقم، چون که اون فکرهای قبلی در مورد کلیت طرح که منو میرسونه به کلیت خب تو طراحی من نبوده، من هنوز چیزی هیچ شکلی براش به وجود نیاوردم برای اون طرح و اونو به قول همین دکتر خویی سیاه مشخایی میبینم که انگار چک نویسایی میبینم که منو تازه برسونه به یک شکل کلی. دلیلش هم اینه که وقتی من به شکل کلی میرسم تازه میتونم در مورد اولین تصمیمم فکر کنم و اونو ارزیابی کنم. خب یعنی من فرانترهای این شکلی آره هی فکر میکنم، یه تصمیم میگیرم، چکش میکنم با الگوهای قبلیم ببینم درست بوده تا بتونم جلو ببرمش. واسه شروع نمیدونم حالا، ولی واسه پایان من خیلی مثلا درسته تو یه جای دیگه مجبوری واقعا متوقف شی دیگه، حالا به هر دلیلی که هست، مثلا سیاست مالی هر چی وقتت تموم شد خب، ولی مثلا اگه وقت تموم نمیشد یا مثلا هزینش تموم اوکی، پس من ادامه نمیدادی، پس من هنوز داشتم اونو کار میکردمش دیگه، هنوز میخواستم یه خط دیگه بهش اضافه کنم. یعنی تو یه جایی هست که مثلا داری پروژه رو میکشی بعد میگی که ای ول دیگه تموم شد من برم. نه اوکی متوجه، متوجه همیشه اصلا خیلی راحتت آزادت هم بذارم. خب ممکنه این اتفاق نیفته، اون موقع من هنوز تو دل فرآیند طراحی اون پروژه هستم، ولی وقتی که دیگه وقتم تموم شده رو پروژه رو دادم دیگه من خودم رو تو فرآیند طراحی این پروژه نمیبینم، من پروژه رو تموم کردم. من به نظرم باید ببینی، آخه تو دیگه تأثیر روش نداری. درسته تأثیر نداری ولی تو دیگه من میگم نقطه پایان اون پروژه است. خب برای تو دیگه برای فرآیند طراحی اون پروژه تموم شده، ولی اون پروژه تموم نشده که تو ذهنت من شده. تو مثلا یه چیزی گذاشتی اونجا یا یه جوری طراحیش کردی که مثلا یوزر وقتی میره اونجا یه کار عجیب غریبی میکنه. خب تو داری انگار یه رفتاری رو تولید میگه، رفتاری رو خلق میکنه واسه اون فضا. خب احساس نمیکنی که مثلا بعد از اینکه طراحی تموم شد و پروژه رو تحویل دادی اون رفتاری که داره شکل میگیره و یه سری چی میگن یه سری عواقبی داره واسه فضاهای اطرافش به خاطر فرایند طراحی من نیست؟ من مگه میتونم بگم یوزر اینجوری استفادهش کنم؟ اون هر کاری بخواد باهاش میکنه. نه این یکم برام سوال شد که میگه که ببین روند طراحی رو نخست تجزیه و سپس ترکیب میدونه. خب اینو داره میگه غلطه. آره خب مثلا میگم که مثلا تو قبل از رسیدن به همون طرح کلیه مگه این روند طی نمیشه تجزیه؟ اونجا موضوع اینه که تو چیزی که این متن داره به ما میگه اینه که تو تا اون موقع هنوز طراحی نکردی. آها پس جزء روند اون روند حساب نمیشه. خب یعنی تو داری چک نویس میکنی تو ذهنه تا به طرح کلی برسی. وقتی به طرح کلی رسیدی حالا میتونی به تفصیل ببریش. من با هم دیگه صحبت میکردیم مثلا میگم گفتم ما تو طرح دانشگاه همیشه در بهترین حالت به کانسپت میرسیم. چرا؟ چون به این جزئیات فکر میکنیم. خب به یه کانسپتی میرسیم بعد دیگه نمیتونیم اونو اصلا ادامهش بدیم، بعد دیگه نمیتونیم به تفصیل ببریمش.
یا اگر از نقطه برعکسش اگر تجزیه ها شروع کرده باشیم که احتمالاً به یه چیزی میرسیم که نمیشه توش کانسپت پیدا کرد. بعد ما میایم به این فکر میکنیم که برای اون دیاگرام بزنیم و نمیدونم فکر کنیم به این که اون چجوری نمایش بدیم و ارائه بدیم و یه چیز دیگه عجیب غریبی هستش. آخر موضوع داره اینو میگه. حالا میگه این کار چیه؟ این که میگه تجزیه میکنیم بعد ترکیب میکنیم، این کار نقده. این که تو چجوری یه پروژه رو تجزیه کنی و ترکیبش کنی. چرا نقده؟ چون که تو وقتی داری نقد میکنی پروژه رو کامل داری، داری پروژه رو کامل میبینی و تو میتونی این پروژه رو باز کنی، خب خورد کنی به جزئیات کوچیکتر و اینا رو بچینی کنار هم دیگه، با هم دیگه ترکیبش کنی به حالتی که موجود قراره بشه و به این فکر کنی که چطور این اتفاقات افتاده، این تصمیمات چطور کنار هم قرار گرفته، این ترکیب بندی چجوری کنار هم قرار گرفته و این کمکت میکنه که پروژه رو بهتر بفهمی، پروژه رو بهتر بخونی. پس هدف منتقد اینه که این سیر کامل برعکس برگرده، مهندسی معکوس اون طراحی رو انجام بده. ما داریم میگیم که یه اجمالی هست و ما میریم وارد جزئیات میشیم، وارد داریم. خب حالا تو مثلا یه اجمالی توی ذهنت هست، میری وارد جزئیات میشی و میبینی که این اون چیزی نیست که تو دلت میخواسته. آفرین. پس یعنی اصلا... خب بعد اونجا بعد برگردی به کانسپت، بعد برگردی اجمالت رو عوض کنی، دقیقا. اصلاحش کنی یا کلا بندازیش دور، یه چیز دیگه برداری بیاری. هر دو کارش هم میتونی بکنی، اصلا آلترناتیو اینجا معنی پیدا میکنه. تو گزینه های ما چه سوال من اینه، یا تو باید پایمند باشی و بگی که نه من حتما میخوام به این چیز کلیه که تو ذهنم تا یه جایی میتونی برسم و نه دیگه باید همه یه راه ها رو هموار کنم که من با جزئیات به اون برسم. فقط من فکر میکنم که معمارهای بزرگ، خب مثلا طراح خوب، معمولا تصمیم اولیه رو کم پیش میاد که اشتباه بگیره، خب معمولا کم پیش میاد که کانسپت رو اشتباه بنا کنه. اولا که دقیقا همینه، چون اگر من این اجمال رو، اون کانسپت رو نداشته باشم که اصلا نمیفهمم اشتباه کردم. خب چون من اگه تصمیمی راجع به کانسپت نگرفته باشم، این جزئیات رو کنار هم چیده باشم، فهم میکنم کار درستی کردم دیگه. خب من یه سری تصمیم های کوچیک کوچیک گرفتم که حالا رسیده به یه چیزی، میای آره میای میگه آقا اینو به این دلیل، اینو به این دلیل، اینو به این دلیل کنار هم گذاشته شده این. خب وقتی اون شکل کلیه رو حالا داری میتونی بفهمی که اون کانسپت داره به نیازهای تو، به اون چیزی که تو ذهنت بوده پاسخ میده یا نمیده. اونجا تصمیم میگیری که گزینه دومتو بیاری وسط یا نه همینو انقدر روش کار کنی تا چکش بزنی بهش تا درست شه. موضوع اینه که آلترناتیو اینجا معنی پیدا میکنه. در غیر این صورت تو بر اساس سلیقت فقط چند تا گزینه دادی که بینشون انتخاب کنی. تو دفتر این اتفاق میفته خیلی وقتا دیگه. تو به دو تا ترمیدی به کارفرما میگی مثلا کدومو میخوای. خب در حالی که تو اگر کانسپت داشته باشی، وارد جزئیات شده باشی، ممکنه حالا فکر کنی با دو تا کانسپت جداگونه هم پروژه جواب میده ها، البته بگی آقا ممکنه با اینم جواب بده با اینم جواب بده، ببینیم کدومش میارزه. مثلا ببین تو توی صحبت قبلی گفتی که من احتمال میدم که دفتر بزرگ از اول کانسپتشون غلط نباشه. بله. یعنی چی غلط نباشه؟ یعنی اون نیازهایی که دارن رو طبق اون چیزی که تو ذهن خودشه، یا اون یعنی به نقطه ای نمیرسن که بگن که این تصمیم اولی که گرفتیم کامل غلطه، بندازیمش دور، داره جواب نمیده. میدونی؟ حالا سوالی که پیش میاد اینه که کانسپت از کجا میاد؟ یعنی این که من چرا میگیم که چرا یه معمار خوب میتونه کانسپت پروژه رو در مرحله اول، اون تصمیم کلی رو راجع به پروژه درست بگیره، ولی مثلا یه معمار جوانتر و نابلدتر نمیتونه این کار رو انجام بده؟ خب و اینکه اصلا کانسپت و اینکه کلن آره کلن حالا کانسپت ایده و برنامه چقدر محبته. چه ربطی بهش داره؟ آره چه ارتباطی بهش داره؟ خب اول بگیم نظرتون چیه؟ تجربه که همیشه خودم داشتم اینه که اولی حالا برام ایده یا هم سوال پروژه برام مطرح میشده، سعی میکردم به سری راه ها فکر کنم مثلا چجوری مثلا به چند تا روش یا حالت میشه به این سوال پاسخ داد. خود بطن مثلا ممکنه یه راه انتخاب میگه، منظورم همون شاید سیاه مشقا باشه ها، الان قبل از اینکه برسیم به چیز، به اون کانسپت سوال. این من یه چی دیگه میتونم ازت بپرسم؟ میپرسم که اون سوال چیه؟ سوال ایده رو میگی؟ میگی من به این فکر میکنم که به یه چیزی جواب بدم. خب به ایدم، به ایدت. خب اون چیه؟
از چه جنسیه اون سواله؟ سوال از جنس معماریه یا از جنس اینه که من یک خونه میخوام؟ شاید از جنس برنامه باشه. از جنس برنامه. آه. یعنی اینه که من یک پروژه‌ای دارم که 4 تا اتاق داره، یه راهرو داره، یه آشپزخونه داره، یه فلان وزیرایی داره. حالا ببینم که چه شکلی میتونم این جواب بدم. حالا ممکنه که سوالی که کارفرما مطرح می‌کنم باشه ها توش مثلا. آره یعنی باز مشکل هست این مثلا شاید یه چالش. من این خواسته رو هم دارم. حالا من 4 تا اتاقمو دوست دارم دو تاش جدا باشه مثلا. گفتم که نگذار من روندم و اینجوری میبینم بعد نگاه تو هر بعد خودش شک کردم آره بعد دیدم که خب ببین ولی من احساس کنم که خب ما الان هممون بیشترمون داریم همین کار رو میکنیم وقتی یه پروژه میاد سمته تو مثلا حالت نرمش که بخوای پاسخ بدی به نیازمون اینه که اوکی ببینی کارفرما چی میگه فلان ولی اگه مثلا یه ذره بخوای جلوتر بری یه ارزش معماری بهش اضافه کنی من فکر میکنم یه چیزی که مثلا توی ذهن خودت دغدغه ایجاد کرده از قبل خب مثلا تو ذهن من اینه که آدمایی که توی این ساختمون دارن زندگی میکنن با همدیگه خیلی تعامل ندارن خب شاید هم مثلا اونو نخوان که با همدیگه تعامل داشته باشن ولی من اینو یه چیز مثبتی میبینم برای اینکه حال کسی که اونجا داره زندگی میکنه یا کار میکنه یا هر چی یه ذره بهتر بشه اگه بدتر بشه چی دیگه اونو برای خودت آره. اصلا میره آفرین من منظورم اینه در نهایت این تصمیم تو تصمیم شخصیه سلیقته من میگم آیا برنامه‌ای که به ما داده میشه این برنامه چیه در واقع فضاها چیا هستن چه خواسته هایی مطرحه چه نیازهایی داریم چند متره چه زیربناییه و فلان و اینا آیا اینا خروجیش میشه طرح یعنی من میتونم بشینم رو اینا دقیق شم و یه طرحی رو به وجود بیارم میتونی طرح به وجود بیاری خروجی اون برنامه است نسبتش با اون برنامه چیه خروجی اون برنامه هست ولی میتونه خروجی چند تا برنامه دیگه هم باشه یعنی منحصر شاید به اون نباشه من اینو میگم اگه خروجی اون برنامه هست پس چرا مگی سنتر رمکول هاست با مگی سنتر به غیر از حالا کانتکستشون که خوب با هم فرق میکنه چطور میشه که یه تصمیم مگی سنتر رمکول هاست این شکلی میشه مگی سنتر استیون هال اون شکلی میشه خب متفاوته دیگه میگه نیست پس خروجی یک برنامه خروجی یک برنامه به نظر نباید یه ذره هم نزدیک تر باشه هیچ وقت آخه هیچ کس به هیچ جواب یکسانی نمیرسه پس چرا؟ خب چرا این سیم هم کانسپت هست دیگه آره چرا باید به جواب یکسان برسه؟ مگه نمیگه خروجی برنامه مگه برنامه شما یکسان نیست؟ بله نیازها رو با اون برنامه برطرف میکنه ولی خروجی یکسان نیست خب پس یعنی تو از برنامه جلو نرفتی؟ چرا رفتی؟ البته خب اون باز بستگی به زور معماره داره که چقدر میتونه بگه که آقا من به نظرم این چیزی که تو اینجا نوشتی شاید خیلی لازم نباشه و اون چیزی که تو میگی که این یه چیز شخصیه واسه همه شخصیه به نظرم اوکی دیگه برای همه شخصیه مثلا واسه همین استیون هاله ایراد نیست این اصلا اتفاقا این نقطه قوت قضیه است خب اینکه استیون هال خواستش میکنه از اون یکی دیگه آره چیزی که من فکر میکنم اینه میگم که برنامه چیزیه که در نهایت طرح باید تو خودش داشته باشه الزامشه لازمه ولی به این معنی نیستش که ما از روی دقیق شدن رو برنامه میرسیم به طرح خب یعنی من یک کانسپتی رو دارم که ممکنم از خیلی دقیق با برنامه هم نخونه تو نگاه اول ولی جوری به تفصیل میبرمش جوری جزئیات بهش اضافه میکنم جوری سازماندهیش میکنم که بشه. اون برنامه رو بشه توش دید بیا این ستا رو الان بخون به نظرم جنبندی صحبت ما میشه این ستا گذاره میگه حدس و گمانه اولیه طرح یعنی همون کانسپت یا همون طرح مایه یا همون چیزی که باش بگفتیم اجمال از اطلاعات مربوط به موضوع طرح برنامه مسئله و اینا و به واسطه استقرا حاصل نمیشه خب بلکه از ساختار ذهنی طرح و تصور انتظام یافته او از مسئله برمیخیزه کانسپت از تو دل برنامه قطعا بیرونه ایده و تمام این تو برداشت سبا و به شما قطعا تصور تو از اون مسئله با تصور من از اون مسئله فرق میکنه و اونه که کانسپت رو آره. به این ترتیب شیوه تقرب طراح به راه حل طراحی کلی نگر است نه جزئی نگر
بعد از کلیات ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که از برنامه نمیتونیم به یک طرح برسیم که خوب باشه. خب و که خوب باشه منظور چی؟ نمیتونم تعریف کنم. بس خوب بودن نیست، بس اینه که درست بس من میگم اینه، تو اگر فکر کنی که از برنامه به طرح رسیدی پس هست. پس هست. تو اگر حتی فکر کنی که از برنامه به تر رسیدی احتمال داری اشتباه میکنی. تو در نهایت کلی پارامتر و تصور دیگه قاطی این دخیل بوده که به اون طرح رسید که تو هم کنترلی روش نداشتی نداری. یا حالا داری و این که میگیم که از ساختار ذهنی طراح و تصور انتظام یافته او از مسئله آفرین. ببین خب این داره میگه که تصورش از مسئله است. الان سوالم اینه که کانسپت یه چیزیه که همیشه توی ذهن من هست به عنوان یک دغدغه، یا کانسپت هر پروژه یگانه برای اون یه پروژه است. تو نمیتونی بگی من مثلا دغدغم فلان چیزه و میخوام که اینو به شکل مختلف پروژه های مختلف بیارم. میتونی بگی ولی اون کانسپت نیست اسمش. اون چیه؟ اون ایده تو دغدغت ایناست. مسئله شخصی توه. مثلا کانسپت میگم کانسپت ترجمه شده طرح‌مایه. باید توش طرح داشته باشه و برای اون پروژه باشه. ممکنه اصلا هست که تو نمیتونی بگی من کانسپتم اینه که فضای درون و بیرون رو ترکیب کنم به طور کلی. خب وقتی که توی یه پروژه به شکل طرح‌گونه ای این کارو انجام بدی میشه کانسپت. بله ولی توی اون پروژه تو چرا میگی من صرفا توی این پروژه میخوام درون و بیرون یکی کنم؟ به خاطر ذهنیت خودت یا به خاطر اینه که تو اون پروژه مثلا یه چه بدونم مشکل امنیت بوده فلان فلان فلان، من به خاطر این میخوام که اینو حل کنم و چند تا مسئله روانشناختی دیگه. خب اوکی. خب نه منظورم اینه که برای این موضوع بحث برای این بودنش نیست، بس شکل گرفتنشه. خب شکل رو میدیم حالا. اگه شکل بدی میشه کانسپت. تا قبل از اینکه به شکل نرسه کانسپت نشده. تو فرض کن من شکل دارم مثلا شد خب. ولی میگم که مثلا فضای درون و بیرون هم واسه این پروژه میتونه شکل بگیره، هم واسه پروژه بی میتونه شکل بگیره. بله. به یک گونه، به یک حالت، به یک فرم منظورته. آره. به یک فرم نه. خب. ولی طرح‌مایش همونه. ترماش نمیتونه همون. اوکی اگه حتی اگه همونه میگم منظورم اینه مسئله درون و بیرون تا قبل از اینکه به این شکل برسه کانسپت نشده. وقتی به این شکل رسید میشه کانسپت. حالا تو بگو من این کانسپت رو اینجا میذارم، اونجا میذارم، اونجا میذارم. موضوع این نیستش که مخصوص این پروژه، مخصوص بودنش نه. خب شکل گرفتنش مهم. ببین من یه پروژه A دارم. خب میخوام که درون و بیرونش رو یکی کنم. بله. مثلا یکی نه یکی کنم. خب و مثلا فرمش هم این میشه که مثلا یه دیوار مثلا میکشم دورش. دیدی چجوری فکر کردی؟ گفتیم مثلا یه مکسی کردی یه دیوار اینجا تو داشتی کانسپتش شکل میدادی. خب اوکی. تا قبل از این تو وارد طراحی اون پروژه نشده بودی، داشتی راحت گزاره میدادی به من. خب وقتی که میگی مثلا یه دیواری میکنی، داری تصور میکنی، داری تخیل میکنی راجبش، اینجا که این شکل رو میدی میشه کانسپت اون پروژه. دیوارو میکشم بعد یه پنجره توش در میاد، بعد میگم من اینجوری میخوام درون و بیرونو با هم دیگه وصل کنم. این شد کانسپت پروژه A. خب میرم تو پروژه B، دقیقا با همون چرایی و دقیقا همون درون و بیرون رو میخوام یکی کنم و اینجا میگم که خب من دیگه دیوار نمیکشم، مثلا میام چند تا پلیت عمودی میذارم که مثلا بینش بتونی رد بشی. این میشه کانسپت برای پروژه B. ولی چرایش همونه و دلیلش هم همونه. ایده یکسانیه با کانسپت هم متفاوته. بد نیست چه بعدی؟ اگه بنظرم که برنامه رو تو خودش جا بده چرا؟ اگه اصلا بعدی نداره. انگار که تو داری یک کار یکسانی رو با کانسپت های مختلف برنامه. آره که بنظرم بد نیست. من از زمانی به چالش میخوای که نتونی برنامه رو توش حل کنی. بچپونی اینو. بگی چون من میخوام این کارو کنم پس اینجا هم اون کارو میکنم، اونجا هم اون کارو میکنم، اونجا هم میکنم. خب بچه به نظرم با توجه به این پیش چیزی که کردیم پیش درآمدی بود برای مباحثی آینده موضوع این دوتا پروژه رو، پروژه مگی سنتر رمکول هاست دفتر او ام ای و استیون هال رو میتونیم یه سری دیگه بیایم از ذرهشون دقیق ترشیم با این نگاه راجع به کانسپت و برنامه و نمیدونم اینا، بعد راجع بهشون صحبت کنیم. پس اینجا خیلی گرمه تا بچه ها دیگه رطوبت خدافز
خدافظ.